خب تنظیم بعدی که میخوایم روی پارامترهای اینورتر دلتا داشته باشیم بحث ریست هست، که خب ما بحث ریست رو تمام اینورترها داریم. اگر به مشخصات مربوط به این اینورترمون که اینورتر VFD-EL هستش، یعنی مدل E هستش، مراجعه بفرمایید، میتونید مشاهده کنید که پارامتر 02 مربوط به پارامتر ریست هست که شما حالتهای مختلف ریست رو میتونی برایش انجام بدی. که مثلا ما الان میخوایم در اینجا برای پارامتر ریست حالت 02 میخوایم حالت 9 رو برایش در نظر بگیریم، که همطور که نوشته تمام پارامتر رو ریست میشه و به تنظیمات کارخونه برمیگرده. خب آخرین تغییری که ما روی اینورترمون دادیم این بوده که از طریق یه دونه کلیدی که می اومد و این 24 ولتی که روی ترمینال ها هست اونو به MI1 و MI2 وصل میکرد، ما میتونستیم بیایم و حالت چپگرد و حالت راستگرد رو برای اینورتر داشته باشیم به این صورت. خب حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم پارامترها رو ریسیت میکنیم. وقتی که پارامترها رو ریسیت بکنیم، اولا که مقدار فرکانس 50 هرتز میشه و تمام این تنظیماتی که انجام دادیم مثل خوندن از روی ولتاژ 0 تا 10 ولت این ترمینال ها و بقیه موارد همه ریسیت میشه. من میرم توی تنظیمات مربوط به پارامتر ریسیت که 02 هست، من 02 رو میذارم روی حالت 9. من اگر این کار رو انجام بدم، شما میبینید که تمام موارد ریسیت میشه و الان اگر من بیام و کلید رو فعال کنن، شما میبینید که موتور روشن نمیشه، بلکه برگشته روی تنظیمات پیش‌فرضش که از روی کیپد هستش، یعنی از روی کیپد خودش شروع میکنه به گرفتن فرمان که شما میتونید از اینجا مشاهده کنید. دیگه این قسمت که اکسترنال ترمینال هست و یا خوندن از روی ولتاژ 0 تا 10 ولت هست غیر فعال خواهد شد.